درودات میکنم خدمت دوستان عزیز با درس سوم فست پرپوزیشن یا همون حرف ربط ثابت یک فعل در خدمتتونم. فعل بعدی زیش معذرت خواهی کردن فو etwas من برای چیزی از کسی معذرت میخوام برای کاری که کردم. توی آلمانی هم دقیقا همین فو هست. ich entschuldige mich für meine Verspätung من معذرت میخواهم برای تاخیرم و بعد از فو همیشه میدونیم اکوزاتیو است ich habe mich dafür entschuldigt dass ich zu spät gekommen bin این جمله رو خیلی انگار بخوایم همون جمله بالایی رو طولانی کنیم اینجوری میشه ich habe mich dafür entschuldigt من برای این معذرت خواهی کردم که ich zu spät gekommen bin فرقش با بالایی چیه دوستان؟ جمله بالایی انگار اینه که من توی یه جلسه حاضر بشم بگم ببخشید که دیر اومدم حالا از جلسه اومدم بیرون رئیس هم میگه که تاخیر داشتی ولی میگم ای که به من به خاطر این معذرت خواهی کردم که من تاخیر داشتم انگاری چون داریم گذشته رو عنوان میکنیم دیگه درسته میخوام یک اتفاقی رو که تموم شده رفتار رو بگیم میگیم ای انشول دیشت اوکی okay. فعل بعدی زیش اینه ان ان اتفاس اینه ان ان اتفاس که بعد از ان تو این قسمت اکوزاتیو میاد بعد از ان میتونه داتیو یا اکوزاتیو بیاد ولی توی این قضیه با حالت اکوزاتیو میاد مثلا ایش اینه رمیش اندیش من تو را به یاد میارم. یکی رو تو خیابون دیدیم میگیم گیم اخ ایش اینه را می شن دیش ایش هب دیش این اینه کنسرت گذین من تو را به یادم میاد. آدم من تو را توی یه دونه کنسرت دیدم ات. حالا ایش اینه را می شن دارم وی وی اونس کنن گلند هابم حالا بهش میگم من یادم میاد ما اصلا چجوری با همدیگه آشنا شدیم تو سر میز بودی منم اومدم اونور مثلا سوشی بردارم سر سوشی با همدیگه حرف زدیم، با هم دوست شدیم ایش اینقه میش دقن من یادم میاد به این که وی وی اونس haben پس هر وقت خواستیم بگیم اینقه پس میشه ایش اینقه میش چون رفلکسیف هست ان اتفاست ان اونزه گشپرک ان سوشی ان پارتی رس اوکی یه من گفتیم اینو یه من هست فرگن ناخ که بعد از ناخ همیشه داتیو میاد حالا من میگم زیحت ناخ دیه گفرکت این ناخه دوستان زمانی میگیم که میخوایم بگیم که در مورد چیزی در مورد توی آلمانی میشه نخ نخ یعنی این مثال خیلی روشنه زیحت نخ دی اون ولت او از تو پرسید در مورد تو پرسید و میخواست بدونه چطور حالت وی اس ار او یا اویی هنگامی که از تو پرسیده است، ما باید از او پرسیم. ما میخواستیم راه او پیدا ما راه از نمیدونستیم میبایستی میپرسیدیم راه از او گفتیم ما باید نختم او پرسیم. ما میبایستی در مورد راه بپرسیم نختم از اوکی in der Weg hast Michel Plus dativ nach dem Weg weil ihn ja dir hollerte dativier du hast er hat nach dir gefragt <laughs> Fälle, bei dir, sich freuen auf etwas. من میگم من برای چیزی خوشحال شدم. با شنیدن چیزی خوشحال شدم. درسته؟ توی فارسی اینجوریه توی آلمانی همون میشه auf sich freuen auf etwas و بعد از auf اینجا حالت آکوزاتیو میاد. morgen sehen wir uns endlich. ما فردا همدیگر رو بالاخره میبینیم. ich freue mich sehr auf deinen Besuch. من خوشحالم خیلی

تو را به زودی خواهم دید مجددن دقاف دقاف ایش فروی میش دقاف حالا پایینش دقیقا داریم زیش فروین اوبا و بعد از همیشه اکوزاتیف است. حالا سری سوال پیش میاد اه بالایین گفتی فروین آف چرا اینجا میگی اوبا ببینید توی لکسیکون ها اگر نگاه کنین میگن وقتی که با یک فرد رو به رو هستید یک انسانه میشه آوف اوکی ولی وقتی یه چیزی مثل چیزایی هست که یک هدیه هست یک امتحان هست به اون میگن "über". او اینجوری قضیه وی freuen uns über das اینجا نمیگیم آوف دستکشنگ. میگیم اوب داس چون یک هدیه یک چیز جان نداره درست؟ über das Geschenk Ja ich freue mich darüber dass du die Prüfung bestanden hast. من برای این خوشحالم که تو امتحانت رو قبول شدی. Okay. gewinnen gegen این gewinnen هم کلی ماجرای داره یکی از اون فعلای پرماجرائه چون ما میتونیم یک چیزی را برنده بشیم یا بر علیه چیزی برنده بشیم یا توی یک رقابت از رقیبمون برنده بشیم این به خاطر همین توی فارسی و توی آلمانی حروف ربط زیادی بهش مربوط میشه ولی آنچه که مهمترینش هست رو من توی این درس ها میگم توی بیت سوای و بی اینس دوتای دیگرش رو میگیم ایخه گیگن dich گوونه من علیه تو برنده شدم آلمانی اینجوری میگه ولی مفهوم اینه که من بر تو غلبه کردم من تو را بردم درسته گیگن دیش پس میشه ایغن دیش. ایغن گیگن دیش ich habe دیش dich gewonnen ایران hat مالدیف gewonnen ایران علیه مالدیف برنده شد یعنی دو تا تیمه با هم بازی کردن برنده شدن یا مثلا دکترها ها تونستن علیه یک ویروس برنده بشن اینجوری هم میگن گیگن دی ویروس اینجا دوباره یه مندم هست درسته یه مندم گراتولیرن تو اتفاس ما به کسی تبریک میگیم برای یک چیزی درسته توی آلمانی میشه تو اتفاس گراتولیرن Hast du Maria zu ihrem Geburtstag gratuliert? Hast du Maria zu ihrem Geburtstag gratuliert? Wir tun zu, haben Dativ Pas mich zu ihrem Geburtstag zu ihrem Geburtstag. Fehle. Baldi muß du vorher jemandem helfen bei etwas. Maschlan jemanden, ich بهش بگم علی میتونی برای آچار کشی این ماشین به من کمک کنی؟ میتونی برای تمرین حل کردن به من کمک کنی؟ توی آلمانی میشه بای برای یک کاری به کسی کمک کردن ich schaffe es alleine nicht یا میگیم ich schaffe es nicht allein könnten Sie mir bitte dabei helfen کنتنزی Sie به من bitte لطفا برای این کار کمک کنید دبای دا اینجا دابایه میخواد بگه که همراه برای این کار به من کمک کنید اینجا براتون نوشتم wir haben ihm beim Umzug geholfen بای etwas jemandem helfen wenn du willst اگر تو بخوای هلفه ایش دیه دبای من تو این مورد بهت کمک میکنم دی ونونگ آف سوگایمن که آپارتمانو مرتبش کنی. این دیگه گرامرش تقریبا به اطفایی می توانم بگم کمی زیادی دو سه تا گرامر تو همه هم هلفه ایش دیه بای آفگایمن اینجوری هم می توانیم نسبیم بگیم وندو ویلز هلفه ایش دیه بایم آفگایمن وندو ویلز helfe ich dir beim aufräumen. Ina in inja ham injuri begim, ke musahhas karde bashim beim aufräumen. Ke miche bei dem aufräumen, das aufräumen beim aufräumen. In falle kheli sich informieren bei plus dativ. Masalan ich würde gerne wissen, bei wem ich mich informieren kann. این کجاش مهمه به خاطر اینکه مثلا شما توی یه اداره کار دارین نمیدونین پیش کی باید برین یه جا در میزنین میگین که مثلا ich möchte einen Antrag für Kindergeld stellen ich würde gerne wissen bei wem ich mich informieren kann حالا نزد کسی اطلاعاتتون رو زیاد کنید اینفورمیرن بشید اطلاعات بگیرید بای کسی نزد کسی نه اینه توی فارسی ایرم خودتون اطلاعاتون رو زیاد کنید لطفاً بهترین حالت ام بستن پیش کی با ایرم لیرا در لیرا هست میشه با ایرم لیرا حالا اگر معلم زن بود میشد با ایرم لیرا حالت باید بزرگ بنویسیم با ایر خب سه تا فعل آخر میت مخن بای یعنی چی ویلز تو بای اونس میت میخوای پیش ما با هم انجام بدیم ببینید مخن یعنی انجام دادن میت مخن یعنی با هم دیگه یک کاری را انجام دادن و این یک فعلی هست که با بای همراه میشه فیلس تو بای اونس نزد ما پیش ما میتماخن کنی انجام بدی یده دویل درف بای دیزه اکسیون میتماخن این مثال خیلی مشخصه هر کس که میخواد اجازه داره میتمخن کنه با همون انجام بده بای دیزه اکسیون دی اکسیون دیزر اکسیون دی یعنی با این حرکته مثلا میخوان همه برن کوه مثلا آشغال های پلاستیکی رو از تو کوه جمع کنن اوکی به این این یک اکسیونه پس اون رئیس گروه میگه یده هر کسی دیویل که دوست داره که میخواد اجازه داره با ما توی این برنامه میتماخن کنه این یه مثال خیلی خوب بود شایدن اوبا. نوشتن در مورد چیزی من مثلا در مورد طبیعت میخوام بنویسم در مورد خانواده میخوام بنویسم در مورد زبان آلمانی میگم Über die natur über die eltern über lernen was welches über welches thema schreiben wir در مورد چه موضوعی ما مینویسیم یش می‌نویسم دن تکست من اینجا. این متن را اوبه اینجا. این متن در مورد موضوع خانواده متن رو دن تکست اوبه متن رو از حالا این متن دیگه خیلی نازه این متن رو از اینجا. این که بعد از اینجا. همیشه متن رو وفیو زینزی یعنی میخواد بگه که طرفدار کی هستید در این فوتبال نگاه میکنین بعد بغل دستی میگه طرفدار کی هستی تو طرفدار شالکه یا طرفدار بایرن مونیخی وفیو زینزی برای کی هستی ایش بین فیو دیزن فورشلاگ من برای این نظره هستم یعنی من نظرم با این نظر موافقه ایشبینفو دی دیزن فرشلاگ فو پلوس اکوزاتیو در فرشلاگ اینا میشه دیزن زن فرشلاگ جمله آخر ایشبین دافو من با این موافقم این جمله رو میتونید همینجوری حفظ کنید من با این موافقم من موافقم بعد میپرسیم تو چطور تو میخوایی چه نظری داری اونزی و شما زین زی دافو اودا دگگن دا هستین شما براش یا علیهش پس ما همین الان یاد گرفتیم زاین فو اتواس یا زاین gegen etwas اگر بخوایم بگیم مخالف یک چیزی بودین میگیم زاین فو اتواس اگر بخوایم بگیم مخالف یک چیزی بودن میگیم زا زاین gegen etwas مثلا میگیم Ich بین توتال dagegen من کاملا علیه این مخالف هستم من کاملا علیه این هستم. یک بین total dagegen من کاملا علیهش هستم. اوکی درسمونم طولانی شد ولی پر از چیز برای یاد گرفتن بود امیدوارم در دوست داشته باشید شبتون خوش خداداف